راست میبرن، حالا یک فرار، یه موقعیت برای زباهن، یکسان موقعیت برای گل زدن تیم زباهن و توپ رو جمع میکنن به هر ترتیبی هست. شاید یک گل بتونه این احتیاط بیش از حد رو جبران بکنه. یه موقعیت و توپی که کمجون زد، عبدی به جاش به بازی بره. موقعیت برای تیم زباهن و چه کار میکنه؟ حالا پرتاب بلند، یک ضربه سر، برگشت تو پشت محوطه جرم، یک ضربه از بازیکن استقلال خود تبریزی پشت محوطه جریمه، یه پاس عالی، موقعیت و میره که دروازه باز بشه. چه توپی رو از دست داد یاسر فیضی، توپش رو زد و با فاصله بسیار کمی و توپی که حالا تبدیل به ضد حمله میشه برای استقلال، به باسم به جناح چپ خط حمله خودشون برن، موقعیت داره، پاس میده به این جناح برای مومنی، باز هم یک ضربه و اعلام پنالتی، اعلام پنالتی به سود استقلال میشه. وقتی اون توپ به اون راحتی رو بازیکنان زباهن از دست میدن، اینجا روی یک ضد حمله و ارسال یه توپ عمق، باید دید این بار بازیکنان استقلال و همون بازیکن چه خواهد کرد. این بار در جهت مخالف، بازیکن شماره 6 توپ رو درون دروازه قرار میده، میثم درقی. این گل رو در دقیقه 42 به ثمر میرسونه. پهلوان در محوطه جریمه، یک پاس، یه موقعیت و باز همین توپ را از دست میدن. تبریزی باز هم یه توپ به عمق، این بار فیضی، یه پاس برای تبریزی در محوطه جریمه، با پای چپ ضربش رو میزنه و توپ ادواردو سوارز، کولیبالی که به سپاهان اومده، خصوص که به گسترش رفته و ضربه عالی و توی دروازه، گل دوم برای استقلال خوزستان در یک غافلگیری، یک ضربه دیدنی از رحیم روی و گل دوم این چنین به ثمر میرسه. استقلالی ها حالا مشخص کردن که نبودن حدادی فرد در میانه زمین، رفتن کاوه رضایی و پهلوان، یه پاس عالی، موقعیت برای زباهن و چه توپی رو این بار، حالا یه پاس عالی. خب دانیال در زمین هست با شماره 23، باید دید کدام بازیکن بیرون اومده، یک پاس به بیرون، موقعیت برای سود زدن و ضربه ای که خیلی آرام و کمجون دستور ادامه بازی و توپی که از دست میره به سود زباهن. حالا موقعیت برای سانت کردن، یک سانت و توی دروازه، و توی دروازه گل اول بالاخره برای زبانی ها روی سانتی که انجام میدن و مرتضی تبریزی گلزنی میکنه. دقیقه 67 بازم برگشت توپ، موقعیت برای شوت زدن، یه شوت سنگین از بازیکن شماره مربی تیم زباهن مصطفی حسینی. حالا یک سانتر عالی، ضربه دیدنی و واکنش قشنگ از رشید مظاهری، باز هم کورنر رو میفرستن، یه ضربه سر و توی دروازه، و توی دروازه. مهدی پور سانت رو انجام میده و مدافع پیشتاخته تیم زباهن گل تساوی رو در دقیقه
74 به ثمر میرسونه، بازی 2-2 مساوی میشه. روی سانتر مهدی پور خوشحالی به هر حال گل محمدی. به تساوی 2-2 کشونده پومتی یک سانتر دیگر، یه ضربه سر و این بار خروج فینال. اسماعیلی فر حرکت بکنه، این کار را حالا انجام میده. یه موقعیت برای دانیال، جا برای ارسال داره، تو سر توپ میزنه و چه توپی رو. حالا باسم زوبان یا صاحب توپ هستن، این بار مهدی پور حالا ضربه کورنر رو میترسه، از همه عبور میکنه، چه توپ هایی رو از دست میدن فیزین با یاده حسین کعبی میفتیم. یه موقعیت حالا استقلالی ها دارن و توپ رو از دست میدن. رشید مظاهری بیرون میاد و توپ رو جمع میکنه، باز هم زباهن. حالا در این دقایق پایانی یه ضربه و توپی که عجب تو میره، لمبری کنارش عباسی رو داره. حالا یه پاس عالی، جا برای ارسال دارن، تو سر توپ بزنه با پای راست، یه سانترالی، یه موقعیت و اعلام پنالتی. اعلام پنالتی به سود زباهن در همون آغاز 15 دقیقه اول. یه کارت زرد هم به پورغاز داور میده. حالا اجازه زدن ضربه رو میدن مهدی پور و توی دروازه گل سوم برای زباهن و مهدی پور. حساب کار 3-2 میشه. میاد پیران شماره 8 حدادی فر رو میگیره و شادیش رو با حدادی فر تقسیم میکنه. سفق عقب افتاد، بازی رو به تساوی کشون با تعویض‌هایی که یحیی گل محمدی کرد، جابجایی که در زمین انجام داد و نهایتاً حالا بازی 3-2 به سود زباهن. یه موقعیت فیزی و ضربه سنگینه فیزی با واکنش داوودی به کورنر میره. اگه به بیرون فرستاده بود هم حسینی هم تیم استقلال خوزستان صاحب توپ، یه ضربه و توپی که به بیرون میره. این چهره خود دانیال، یه پاس عالی برای حسینی، موقعیت برای درون محوطه جریمه، دروازه‌بان رو هم جا میذاره و اعلام پنالتی. حسینی بسیار عالی حرکت کرد و حالا بعدی که آیا دروازه‌بان اخراج خواهد شد؟ بله، دروازه‌بان رو هم اخراج میکنه، کار سخت میشه. حالا مهدی پور و توپ رو تبدیل به گل چهارم میکنه، حساب کار 4-2 میشه. خب دو ضربه پنالتی از این بازیکن مهدی پور و